من نماز صبح بلند شدم موبایلمو چک میکنم بعد از نماز صبح همیشه چک میکنم صبح بلند شدم دیدم یه تلفن زنگ میزنه مستان همین افتاده و ساقی نماندی گفتش که سلام حسن جان دیدم استادمه تو واتساپ فکر میکنم یه دفعه دیدم همون لحظه یه فیلم اومد که یه مجری هم بود من تا الان ندیده بودمش ولی آرم شبکه خبر بود من در لحظه خبر نداشتم یه مرتبه یکی از دوستانم زنگ زد گفتش من گفتم نه من خبر ندارم من واقعا فکر کنم ساختگیه گفتم نگاه کن چه آدمای بی ربطی ان شوخی تا این حد آرم شبکه خبر رو میزنه یه مجری هم نگاه بکنم کسی که اولین بار اعلام کنه مجری جواب من تا الان ندیده بودنش شبکه خبر هنوز از خوابم مونده بود چون روز جمعه خب آدم بیشتر میخوابه دیگه ولی خب چشمم که باز شد گفتم یه چک کنم موبایلم رو و بعد دوباره بخوابم واقعیتش اینه که من خواب بودم خانومم با یک هول و ولای با یک بغضی و با یک گریه اومد با یک حالت تشری منو بیدار کرد که بلند شو من فکر کردم ببینم چه اتفاقی افتاده ما خواب روز جمعه تعطیله یه روز می‌خوایم بخوابیم حدود نم 4 بود 5 بود کی بود که بیدار شدم دیدم نه خوابم نمیبره پاشم نمازمو بخونم یه دفعه همینجوری موبایلمو باز کردم اولین جایی که باز کردم گروه خانوادگیمون بود اینو دقیقاً یادم نیست پدرم نوشته بود دوباره یا برادرم الان رهبر قراره پیام بده شبکه خبر تلویزیونی که روشن کردم دیدم یک نوار سیاه و پیام تسلیتی و خب گیج زدم اصلا اولش از جنس اعضای تلویزیون میشد فهمید که اتفاق مهمی افتاد شیش و نیمه بود که همسرم این خبر رو داد گفتم چی شده گفت بلند شو حاج قاسمو زدن گفتم بابا از این چیزا زیاد میگه گفت نه به خدا شب خبرم داره پخش میکنه گفتش که حسن جان خوبی بودم چکرتی موسی گفت حاج قاسمو کشته اصلا فکر میکردم شوخی میکنه نگاه کردم یه دفعه دیدم که تو همه گروه ها خبر شهادت حاج قاسم حتیم یه موجیم اومد که نمیشه مثلا گفتش که حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسید باورم نمیشد همینجور که خوابیده بودم هی چشمامو باز میکردم میبستم همینجور که فقط صفحه موبایل جلومو نگاه میکردم نه اشتباه شده هیچی دیگه هیچ گروه دیگه ای نرفتم هیچ جای دیگه ای رو باز نکردم نشستم پای شبکه خبر که دیدم بله مثلا یک نوار مشکی زده شده بود چون پدر مادرم هنوز خواب بودن رفتم یواش تلویزیون رو روشن کردم زدم شبکه خبر دیدم نه با اون خبر راسته داره زیرنویس میره و دیگه من خیلی منقلب شدم و بعد دیگه من بلند شدم از جام و شروع کردم داد زدن و گریه کردن همسرم پرید از خواب گفت چی شده گفتم حاج قاسمو کشتم کسی که خیلی بهش علاقه داشتم در زندگی مادرم داغو با مادرم تجربه نکردم با حاج قاسم تجربه کردم و وقتی که من اسم حاج قاسم رو دیدم خدا میدونه برای یه لحظه دنیا برای من تاریک شد و من تو ساعت ها نمیتونستم حرف بزنم گفتم دارم خواب میبینم هنوز که هنوز وقتی یادم میفته مثلا همین لحظه موهای تنم سیخ میشه خیلی وحشتناک بود خیلی دردناک بود اصلا نمیدونستم باید چی کار کنم بعد الان داد بزنم بعد گریه کنم فقط داشتم همین گفتم خدا یعنی میشه تکسیب بشه هیچ موقع خونک نمیشه یعنی هیچ موقع آروم نمیشه فقط کی آروم میشه موقعی که ببینیش تو یکی بیاد بیا آقا همه اینا خوابیده بودی همش خواب حقیقت نداشت همش خواب بود شرح خبر چی میگن این همه قوغا شده باز چشمه ملت واسه چی این همه دریا شده باز
کاش که دروغ باشه خبر، کاش که من از خواب بپرم، شرح خبرها چی میگن من که نمیشه باورم، شرح خبرها چی میگن من که نمیشه باورم. توی مواقعی که مورد هجمه قرار میگیری، تو مواقعی که حاج قاسم و حاج قاسم ها از دست میدی، تو یه محملی میخوای، یه مجلسی میخوای که بری توی اون مجلس دوستات و رفقات و هموطنات و بشینی باشون حرف بزنی، درد دل کنی. من احساس میکنم شاید اگه شبکه‌های اجتماعی نبود، مثلا همه مردم تو محله هاشون جمع میشدن، نمیدونم حالا یک نقطه‌ای که شاید قانونی باشه توی اون محله، کل مردم میان برای حاج قاسم اون عزاداریشون رو، اون ناراحتیشون رو بروز میدن تو فضای مجازی و فضای شخصیشون. اون اتفاقه برات یه خورده سبکتر میشه، قابل هضمتر میشه، تو کلوم حرف بزنی، حرف نزنی دق میکنی. ما اونجا بالاخره توی صفحات فضای مجازی آن یه فیلم از حاج قاسم گذاشتیم، این رو دیدیم رفت و مطمئن بودم که این پیج بسته میشه، به خاطر اینکه از اون طرف خودش رو ترور کردن، از این طرف اسمش رو ترور کردن، از این طرف عکسش رو ترور میکنن و از اون طرف ترور رسانه‌ایش میکنن. اینو مطمئن بودم و من بیخبر از اینکه اینستاگرام شروع کرده به ترور این صفحات، که بعدن این ترور باب شد، این لفظ که صفحه فلانی ترور شد، صفحه فلانی ترور شد. جشنواره بعد از این اتفاق ناگوار، تشکیل جلسه با ستاد برگزاری جشنواره و شورای سیاست‌گذاری جشنواره تصمیم گرفتش که به مناسبت شهادت سردار یک جایزه ویژه تندیس سردار شهید سلیمانی به بهترین فیلمی با موضوع دفاع و مقاومت اهدا بکنه. من خودم تو فضای مجازی یه چیزی گذاشتم، دوباره برش داشتن، یعنی مادم دیدم برداشتن عکس نیست. ما همین خبر رو به همراه تسلیت برای شهادت سردار توی صفحه جشنواره فیلم فجر، خب صفحه پربازدیدی بود، گذاشتیم. متاسفانه صفحه جشنواره بسته شد. خیلی از پست‌های مسئولین ما هم پاک شد در مورد حاج قاسم سلیمانی، مثلا پست دکتر سعید نمکی وزیر محترم بهداشت پاک شد، یا پست آقای دکتر سرنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور. همون شب فکر کنم همون ساعت 3:04 بود که استوری گذاشتم، بعد صبحش یک پست گذاشتم، پست مثلا یه 2 ساعت بعدش حذف شد. نوشتم که حیف بود اگه شهید نمی شدی و من ناباورانه رفتنت رو نظاره‌گرم. دیدم پستم نیست، گفتم یعنی اینترنت نداشتم من مثلا این پست نشده. دوباره گذاشتم، 5 دقیقه بعد دیدم نیست. فیلم یه پیرزن توی یکی از شهرهای آذربایجان که داشت رد می‌شده، عکس حاج قاسم رو گذاشته بودن، دوتا سرباز کنارش بود، کنار عکس این قربون صدقه میرفت با زبان محلی آذری، خیلی دست به دست شد اون فضای مجازی. من اینو گذاشتم توی صفحه اینستاگرامم، فکر کنم به 1 دقیقه نکشید پست پاک شد. من تلاش که میکنم برای شهدا که کار میکنم، برای مثلا فرمانده تیک فرمانده های فاطمیون، برای مثلا تیپ فاطمیون، برای شهید حجاجی، برای حاج قاسم سلیمان، همه اینا کار میکنم، پول نمیگیرم، لذتم میبرم از این قضیه. از ساعت 11 شروع کردم، 12 ظهر نماز ظهر، 7 شب تموم شد. 7 تموم شد و آپلود کردن. من قرار برای میگم من آپلود کنم، پشت سر من بقیه خواستن آپلود کنم بکنن. اولش نوشتم که اصحاب آخر زمانی سید شهدا، اسم تابلوام همین، اصحاب آخر زمانی سید شهدا، نقاشی دیجیتال، تاریخ فلان، همین. بعد حاج قاسم هشتگ گذاشتم حاج قاسم سلیمانی، شهید حاج قاسم سلیمانی. با اینکه قرار بودش که بسه مسئله داری ننویسم، اینستاگرام هم تازه برگشته بود، بعد مراقبت میکردم، دیدم ننویسم آروم نمیشم. اول برای خودم نوشتم، دیدم نه
اتفاقه نمیخوان. من اپلود کردم اپل اومدم پایین اینستاگرام پاک. اپل اومدم پایین دم 300 تا کامنت زیرش گذاشتم. 360 تا کامنت. من صفحم خیلی صفحه چیزی شلوغی نیست. تا اومدم باز کنم کامنت رو بخونم پاک اینستاگرام. صفحه من پرایوت بود. من مطلبی که برای حاج قاسم گذاشتم هیچ هشتگی نزدم، تیتری نگفتم، ولی خب مطلب خیلی دیده شد با اینکه صفحه پرایوت بود. اون روز میدیدم همه هی دارن میگن پستامون حذف میشه، پستامون حذف میشه، ولی به من اصلا اختیار نداد اینستاگرام. من صبح گذاشتم، 4 یا 5 بعد از ظهر بود صفحه رفت بالا. یه نمایشی بود که بله، ما وقتی پای بیگانه بیاد وسط هممون یک تیم هستیم. دوباره گذاشتم، مثلا فکر کنم از مثلا خیابون جمهوری را افتادم، مثلا اومدم تا نزدیکای بهارستان دوباره پاک کرد. دوباره گذاشتم رفتم تا میدون فردوسی، دوباره 3 بار پاک کرد. حالا من 2-3 بارم نذاشتم، من همون یه بار یه تصویر سیاه گذاشتم و فقط هشتگ حاج قاسم رو نوشتم تو اینستاگرام و اکانتم رو بست. یعنی من حتی به این نرسید که من بخوام تکرار کنم. همون دفعه اول که این پستی گذاشتم که این صفحه مشکی هم بود، فقط تو هشتگ نوشتم حاج قاسم. جمعه شب بود این پستو گذاشتم، شنبه صبح دیگه اکانتی به نام من وجود نداشت که بخواد پستای دیگه ای بذاره. فیلمی از مشترک المهندس گذاشتیم، ابو مهدی المهندس گذاشتیم با حاج قاسم. این دومی رو که گذاشتیم و دیدیم رفت، بعدم صفحه رفت. لباس مرد تلاشی کردن دوستان موفق به بازگشتش نشدن. ¿Por qué Instagram debería eliminar las publicaciones sobre un hombre que defiende nuestro honor y nuestras fronteras? Es incomprensible. بحث حاج قاسم که فکر میکنم بالای 10-12 تا پست ما گذاشتیم، هر چی میذاشتیم برمیداشتن. بعد تذکر میدن یک دو بارم فکر میکنم مثلا چند بارم یا یک دو روزی بستنش. یه نکته مهمی که وجود داره اینه که اینستاگرام فقط پست هایی رو که توی ایران تولید و منتشر شده پاک نکرده. من بهاره حیدری هستم. من سن 15 سالگی به نروژ مهاجرت کردم. یه سایت آمریکایی به اسم کدا استوری که یه مقاله نوشته به اسم اینستاگرام بعد از شهادت سردار سلیمانی صفحات ایرانی ها رو میبنده. توی این مقاله میگه که پست های اینستاگرامی یه خانم ایرانی که سالهاست مقیم نروژ هستن رو هم پاک کرد. از سایت کداستوری با من تماس گرفته بودن و خواستن درباره یک مطلبی بنویسن، چون براشون خیلی جدی و جالب بود و انقدر جالب که حتی خودشون هم باورشون نمیشد که در کشور خودشون آزادی بیان و دولتشون بشکنه. پستی در اینستاگرام گذاشتم و در زیر پستم نوشتم که آقای ترامپ و غرب تو رو تروریست حساب میکنه به خاطر اینکه شما تمام انگیزه های دشمن رو در منطقه، تمام برنامه ریزی هاشون رو در منطقه شکست دادی. من آقای سردار قاسم سلیمانی رو مقایسه کردم با قهرمان های جنگ جهانی دوم، قهرمان های نروژی که چطوری از کشورشون در برابر آلمان دفاع کردن و آلمانی ها هم اون زمان این نروژی های قهرمان ها تروریست حساب کردن. و این بود که اینستاگرام سریع اونو پاکش کرد. Hi, my name is Pedro J. Saavedra. I'm 44 years old and I live in the south of Spain, in the city of Seville. I am photographer, videographer, and art director. یه عکاس معروف اسپانیایی به اسم پدرو جی ساودرا هم همزمان با شهادت سردار سلیمانی میاد توی اینستاگرامش یه استوری میذاره و مینویسه که ممنونم ازت به خاطر متوقف کردن داعشی های تروریست. یه خب استوریه ایشون هم در واقع ترور میشه و پاک میشه. I am used to it. I shared the photo of the other profile again and they kept deleting it, but it was impossible. 9 تا پست از حاج قاسم گذاشتم، از چیزهای مختلفش، یا با صوتش، یا دست نوشتهش، یا خاطرش، یا فیلمش، یا عکسش از لحظه شهادتش. هر چیزی که دستم میرسید انگار من ملزم بودم به اینکه به همه مردم بگم حاج قاسم این بود، حاج قاسم آی ایوه الناس، حاج قاسم این بود. If they raised me,
they will have already 6 million. و تا نزدیک تا 40 من مرتب همینطور تو صفحات صفحه اینستاگرام خودم مطلب و عکس میگذاشتم. از من هک نشده، بچه ها به من هی هشدار میدادن، میگفتن که آخر صفحه اینستاگرام تو پاک میکنن، چون مال آقای مرشد میرزا علی همکارمون و دوستان دیگری که اینجا بودن از بین بردن، پاکش کردن. گفتم اون صفحه هم که به اسم من هستش تیک آبی میگن، یه چیزی میگن، این تیکای آبی همون کسی که صفحه ما رو مدیریت میکنه واسه ما گرفته. اون خب خیلی گزارش به من میداد و میگم اون طبیعیه، ولی باز شما بذارید. بعد محو میکردن چند روز، بعد چون تیک آبی داشتیم نمیتونستن. یه ذره اونا ملاحظه دارن با بین المللی ها، یعنی دفعه مثلا بعد بپیچه چند تا قهرمان دیگه مثلا کشور دیگه بزن آقا اینو اینستاگرام ورداشتش، یه ذره واسه شون هزینه است. مثلا حالا این دفعه که مصرف داخلی داره، دیزه فکر کنم به خاطر ما رو زود برگردوندن. به یک روال عادی تبدیل شده بود که ما مثلا اکانت های دوستان مختلف رو میگفتن پیداشون نمی کنیم و میفهمیدیم که حذف شده، کل اکانت حذف شده. زنگ زدم به یکی از رفقا که بار ماربان هم دارن پاک میکنن یکی یکی. بله خیلی ها بودن، از همکارهای خودم مثلا آیه محمود رضوی بودن و خیلی از همکارا بودن. Estoy publicando esto por segunda vez y es lamentable que Instagram borre el respeto. من یادم مثلا شهاب حسینی پست گذاشت و حذف شد، رامبد جوان پست گذاشت حذف شد، خیلی از چهره های به اصطلاح سرشناس و سلبریتی پست هایی گذاشتن، خب به اصطلاح اینستاگرام اونا رو حذف کرد. یادم اون روزها از پرویز پرستویی شنیدم که پاک شده پستشون و استوریشون. هادی حجازی فر از بازیگرانمون رو یادمه، کارن همایون فر آهنگساز رو یادمه. بعضی از بازیگران خب صفحه نداشتن، جور دیگه با کنششون دادن، خب پاک نشد. مثلا یادمه آقای حاتمی که یاد داشت دادن به رسانه ها، خانم مری رضایی، خودم باشون گفته کردم در واقع صحبتشون رو پیاده کردیم توی سایت خودشون، یعنی شبکه اجتماعی و صفحه ایشون نداشتن. خب کاربران شبکه های اجتماعی وقتی دیدن که پست هاشون داره حذف میشه، شیوه های پست گذاشتنشون رو عوض کردن و در واقع ابتکار عمل رو به دست گرفتن. و دو راه داشتی، یا کلن این فضا رو ببوسی بذاری کنار و خداحافظی بکنی، یا باشی با استعاره، با کنایه، با تقیه، چه میدونم، یه چیزی بتونی حرفت رو بزنی. Algunos usaban otras cosas en lugar de su foto. Por ejemplo, publicaban fotos en negro. Algunos usaban la bandera de Irán y no señalaban directamente al general en sus pies de foto. Algunos publicaban la imagen de Trump y escribían algo debajo. Por ejemplo, uno de los actores iraníes usó una foto de Trump al revés con una X sobre su cara. بعد که متوجه این فضا شدم، خب یکم روش رو تغییر دادم. من میگم توی فرم نمونیم، اگر اونها یه زمین بازی رو برای ما تعریف میکنن، ما بیایم رو محتوا تمرکز کنیم، حرفمون رو بتونیم بزنیم، بشینیم ایده پردازی کنیم، اونا تا بخوان بفهمن مثلا چه اتفاقی افتاده، چی شده. من گفتم خب عکس رو یه چیز دیگه بذارید، متن رو مثلا اشاره بکنید ولی بذارید. و رسانه‌های نروژ مثل روزنامه VG، آفتون پستون، دارک بلای، تی وی تو و انارکو این پست منو در روزنامه هاشون انتشار کردن و حتی خبرنگارهای نروژی براشون یک شوک بود، باورشون نمیشدش که اینستاگرام و آمریکا یه همچین قدمی رو برداره. ولی من به خبرنگارهای نروژی گفته بودم برای من این یک شوک نیست، اینو من خبر داشتم که اتفاق می افتاد. سایت فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران هم نوشته که پاک شدن پست ها و صفحات کاربران اینستاگرام یه گام جلوتر رفته و بعضی صفحات خبرگزاری های رسمی رو هم اومده اینستاگرام پاک کرده. و خب این قاعدتا یه تهدید بزرگ و فوری علیه بحث آزادی اطلاعات. صفحات رسمی رسانه‌های مثل باشگاه خبرنگاران جوان، تصمیم، فارس، انتخاب، ایلنا و تعداد دیگه‌ای از صفحات خبری که اینستاگرام همه اینها رو بست. ما یک خرمنی از آتش در اطرافمون وجود دارد. نگاه کنید، این عراق است، این افغانستان است، این پاکستان است که صاحب بمب اتمی است، این قفقاز است، این ترکیه است.
این اطراف ماست. Lo digo de todo corazón y con orgullo que le debo la seguridad de mi hogar a gente como Qasem Soleimani. Él no es solo una persona. Él es una cultura que considera el honor del hogar más querido que la vida.